سلام علیکم خوانندگان عزیز امروز ما همراه شما درسی پنجم رو می آموزیم که آن بخشیده می شود به ضرب‌کننده های جدا کردن سی اعضاگی کوادراتی چخیلی که ما در درسی گذاشته معلوم کردیم اگر سی اعضاگی کوادراتی با فرموله AX کوادرات جمع BX جمع C نوشته شود پس ریشه اون رو با واسطه دیسکریمینانت یافتیم انکنون باشد هنگام سی اعضاگی کوادراتی به ما داده شده باشد ما اون رو به ضرب‌کننده های ساده جدا کرده میتوانیم یعنی که به ضرب‌کننده های خطی جدا کرده میتوانیم تئوریما در تئوریما چنین آورده شده است اگر x1 و x2 ریشه های سی اعضاگی کوادراتی ax کوادرات جمع bx جمع c باشد آنگو سی اعضاگی کوادراتی با فرموله ax کوادرات جمع bx جمع c برابری a ضرب x مینوس x1 و ضرب x مینوس x2 جدا کرده می شود اثبات این تئوریما در کتاب صنفی الگبری صنفی 9 جای دارد که آن را ما همراه شما دیده نمی برویم یعنی خاطرسان می کنیم که اگر سی اعضاگی کوادراتی به نمودی ax کوادرات جمع bx جمع c نوشته شود یا داده شده باشد پس موافقا آن را به واسطه فرموله a ضرب x مینوس x1 در داخل قوس ضرب در قوس دیگر x مینوس x2 به ضرب کننده های ساده خطی جدا می کنند گفتن ممکن است که طرفی چپ به طرفی راست یا اینکه طرفی راست به طرفی چپ برابر است اگر سی اعضاگی کوادراتی ریشه ها نداشته باشد آنگاه اون را به ضرب کننده هایی که به بسیار اعضاگی درجه یکم می باشد جدا کردن ممکن نیست بیایید برای مستحکم کردن این موضوع یک چند مثال ها را همراه شما دیده براییم مثال یکم را دیده می براییم در شرط مثال یکم چنین آمده است سی اعضاگی کوادراتی را به ضرب کننده ها جدا کنید cx کوادرات مینوس 24x جمع 21 برای به ضرب کننده های ساده جدا کردن چه خیلی که معلوم است کوفیسینت یکم به 3 کوفیسینت دویم به مینوس 24 و کوفیسینت سیم به 21 برابر است ما چکار میکنیم؟ در اول 3 را همچون ضرب کننده عمومی از قوس میبراریم x کوادرات مینوس 8x جمع 7 حاصل می شود که در اینجا موافقم با فرموله که در بالا گفته گذاشتیم هنگام ax کوادرات جمع bx جمع c برابر بودن ما می توانیم به ضرب کننده های ساده چنین جدا کنیم x مینوس x1 و ضرب x مینوس x2 حاصل می شود انکنون در نتیجه هنگام x کوادرات مینوس 8x جمع 7 رو به صفر برابر کردن موافقی تئوریمی وید ما میتونیم یک بار نویسیم ریشه اون موافقا به x1 برابر 1 و x2 به 7 برابر می شود انکنون به فرمول می گذاریم و چنین حاصل می کنیم c ضرب x مینوس x1 یعنی x1 به ما به 1 برابر است ضرب x مینوس x2 به ما به عدد 7 برابر است ما میتونیم جایهای این ریشه ها رو عوض نموده نیز نویسیم در این حالت هیچ تغییرات به ما پیدا نمی شود که این مثال یکم به حساب می رود انکنون مثال دویم رو دیده می برویم در شرط مثال دویم چنین آمده است مینوس y کوادرات مینوس y کوادرات جمع 16 y مینوس 15 برای به ضرب کننده های ساده جدا کردن سی اعضاگی کوادراتی علامت اون که در اینجا کوفیسینت به مینوس 1 برابر است مینوس را از قوس می بروریم و در داخل قوس y کوادرات مینوس 16 y جمع 15 برابر است انکنون y کوادرات مینوس 16 y جمع 15 چه خیلی که معلوم است این سی اعضاگی کوادراتی یا اینکه b کوادراتی آورده شده پیدا شد یعنی که y کوادرات مینوس 16 y جمع 15 را هنگامی به صفر برابر کردن ریشه های آن موافقان ما میتونیم ریشه های این معادل کوادراتی آورده شده را با واسطه دیسکریمینانت نیز یابیم لیکن با واسطه تئوریم وید خیلی کلای می باشد یک ضرب 15 به ما 15 یک جمع 15 به ما عددی 16 را میدهد این برابر است
مینوس در داخل قوس ایگریک مینوس یک ضربی در داخل قوس دیگر ایگریک مینوس 15 حاصل می شود که این مثال یکم به حساب می رود. مثال دویم را دیده می برایم. در شرط مثال دویم چنین نامده است: سه اعضای کوادریتی را به ضرب کننده ها جدا کنید. می نویسیم مثال دویم: A 2x کوادرات مینوس 2x جمع 1 تقسیم 2. ما باید به ضرب کننده ساده این افاده رو جدا کنیم. برای به ضرب کننده ساده جدا کردن سه اعضای کوادراتی یا اینکه افاده داده شده، در اول می نویسیم 2x کوادرات مینوس 2x جمع 1 تقسیم 2 این برابر است. از بس که در اینجا کوفیسیانت 2 به ما جای دارد، ما میتونیم 2 را همچون ضرب کننده عمومی از قوس براریم و در داخل قوس به ما میماند x کوادرات مینوس x جمع، از بس که ما 2 را از 1 تقسیم 2 برآوردیم، پس به ما عددی 1 تقسیم 4 باقی میماند. 1 تقسیم 4 حاصل میشود. اناکنون بیایید ریشه سه اعضای کوادراتی x کوادرات مینوس x جمع 1 تقسیم 4 رو یابیم. از بس که این رو به صفر برابر میکنیم، پس در نتیجه دیسکریمینانت اون موافقم به مینوس 1 کوادرات مینوس 4 ضرب 1 تقسیم 4 برابر است. مینوس 1 رو به کوادرات برداریم 1، مینوس 4 با 4 اختصار شود 1 حاصل می شود، 1 مینوس 1 به عدد 0 برابر است. اناکنون x در اینجا سه اعضای کوادراتی یا معادله کوادراتی 1 ریشه دارد که ریشه آن موافقا با فرمول مینوس b تقسیم 2a یافته می شود. مینوس در اینجا b به مینوس 1 برابر است، پس باز مینوس 1 و 2a، دو مینوس با مینوس پلوس 1 تقسیم 2 حاصل می شود. از بس که ما فرمول x مینوس x 1 x مینوس x 2 جای دارد، ما می توانیم چنین نویسیم، یعنی می نویسیم برابر 2 ضرب x مینوس x 1. x 1 در اینجا 1 تقسیم 2، پس 1 تقسیم 2 x 2 باشد، باز 1 تقسیم 2 نوشته می شود. ما این را با طرزی کوتاه چنین نوشته می توانیم: 2 ضرب x مینوس 1 تقسیم 2 در درجه 2 حاصل می شود که این نتیجه مثال دویم A به حساب می رود. مثال سیم را دیده می برویم. در شرط مثال سیم طلب کرده می شود که عینیت را اثبات کنیم. باید اثبات کنیم که 10x کوادرات جمع 19x مینوس 2 این برابر است به 10 ضرب x مینوس 0 از 1 ضرب در داخل قوس دیگر x جمع 2. بیایید این عینیت رو اثبات میکنیم. برای اثبات کردن عینیتی داده شده، دو طرز رو استفاده میبریم. می نویسیم طرز یکم، طرز یکمی اثبات این عینیت، یعنی طرف چپ رو به طرف راست اثبات کردن، با ضرب کننده ساده سه اعضای کوادراتی رو جدا میکنیم. می نویسیم 10x کوادرات جمع 19x مینوس 2 برابر 0 میکنیم و دیسکریمینانت آن را مییابیم. دیسکریمینانت معادله کوادراتی برابر است به 19 کوادرات مینوس 4 ضرب 10 ضرب مینوس 2. این برابر است به 19 را به کوادرات برداریم 361 حاصل می شود، مینوس با مینوس علامت پلوس را می دهد، 4 را به 10 ضرب کنیم 40، 40 را به 2 ضرب نماییم، عدد 80 حاصل می شود. اناکنون به 361 80 را جمع نماییم، به ما عدد حاصل می شود 441. از 441 به ما عدد 21 حاصل می شود که این 21 در درجه 2 حاصل می شود. اناکنون ریشه آن موافقان با فرمول x1 و x2، یعنی سه اعضای کوادراتی دارای دو ریشه دارد، مینوس 19 جمع و طرح 21 تا
تقسیمی 20 حاصل می شود. در اینجا x یک برابر است به مینوس 19 مینوس 21 این با ما مینوس 40 رو می دهد. مینوس 40 رو به عدد 20 هنگامی تقسیم کردن مینوس 2 حاصل می شود. اناکن x 2 رو نیز می یابیم. x 2 موافقان به مینوس 19 جمع 21 تقسیم 20 داده شده است که اون برابر است به 2 تقسیم 20 یا اینکه این به 0 از 1 برابر است. ما گفته می تونیم که 10x کوادرات جمع 19x مینوس 2 موافقه با برابر است به 10 ضرب x مینوس x 1. x 1 با ما مینوس 2 حاصل شد پیدا کردیم. مینوس با مینوس علامت پلوس رو می دهد جمع 2 و ضرب x مینوس x 2 به 0 از 1 برابر است. اناکنون ما میتونیم جای های ضرب شونده ها رو عوض نماییم. برای اینکه هنگامی جای عوض نمودنی ضرب شونده ها عمل ضرب تغییر نمی یابد. پس 10 ضرب x مینوس 0 از 1 ضرب x جمع 2 حاصل می شود که با ما طلب کرده شده بود. این عینیت رو اثبات کنیم. بیایید طرز دومی حل این مثال رو دیده برایم می نویسیم. طرز دوم، یعنی در طرز دوم ما باید از طرف راست ایفاده داده شده طرف چپ اون رو پیدا کنیم. طرف راست اون رو می نویسیم. ده ضرب x مینوس 0 از 1 ضرب x جمع 2. برای اونکه طرف راست رو پیدا کنیم در اول اعضا با اعضا این قوس ها رو با هم ضرب میکنیم، یعنی x مینوس 0 از 1 و x جمع 2 رو اعضا با اعضا ضرب کرده در آخر هر یک اعضا حاصل شده اون رو بعد ضرب میکنیم. گفته ها رو اجرا میکنیم. 10 ضرب x مینوس 0 از 1 ضرب x جمع 2. برای این در رو همچون عدد دائمی می نویسیم. x رو با x ضرب کنیم x کوادرات، x رو با 2 ضرب کنیم جمع 2x، 0 از 1 رو با x ضرب زنیم 0 از 1 x، 0 از 1 رو با 2 ضرب کنیم مینوس 0 از 2 حاصل می شود. این برابر است به 10 ضرب x کوادرات جمع از عدد 2 0 از 1 رو هنگامی ترک نمودن 1 از 9 حاصل می شود x مینوس 0 از 2. هر یک از اون رو بعد موافقان ضرب می کنیم و چنین نتیجه رو پیدا می کنیم. 10 x کوادرات جمع 19 x مینوس عدد 2 حاصل می شود که ما پر را با واسه دو طرز اثبات کردیم که این برابری ها عینیتاً درست می باشند. مثال چهارم رو دیده می برایم. در شرط مثال چهارم طلب کرده می شود که کسرها رو اختصار کنیم. در مثال چهارم چنین آمده است. 4 x جمع 4 تقسیم 3 x کوادرات جمع 2x مینوس 1. برای اختصار کردن کسری داده شده ما باید هم صورت آن و هم مخرج آن، یعنی که صورت آن رو چخلی که میبینید آن برابر است به 4x جمع 4 و مخرج کسری آن برابر است به 3x کوادر جمع 2x مینوس 1. هر یکی آن رو به ضرب کننده ساده جدا میکنیم، یعنی از صورت ضرب کننده 4 رو از قوس میبریم، در نتیجه x جمع 1 حاصل میشود و از مخرج آن ما میتونیم در علایدگی در پویان نویسیم. می نویسیم 3x کوادرات جمع 2x مینوس 1 برابر 0. دیسکریمینانت آن رو می یابیم d1. در اینجا k کوادرات مینوس ac. در اینجا اعضای دویومی معادله کوادراتی به دو کرتی است، یعنی که به دو تقسیم می شود. k آن موافقاً به 1 برابر است، یعنی یک رو به کوادرات می برداریم یک جمع 3 حاصل می شود که اون به عدد 4 برابر است. 4 از 0 کلان دو ریشه گوناگون دارد، موافقاً ریشه اون رو چنین می یابیم. مینوس 1 مینوس 2 تقسیم 3
این برابر است به مینوس یک ایکس دویم آن باشد برابر است مینوس یک پلوس دو تقسیم سه این برابر است به یک تقسیم سه پس ما گفته میتونیم که سه ایکس کوادرات جمع دو ایکس مینوس یک موافقم به سه ضرب ایکس جمع یک و واسطه فرمول مینوس به مینوس پلوس حاصل می شود و x مینوس یک تقسیم سه برابر است. اناکنون عدد سه را با قوس دویم ضرب کرده حاصل می کنیم. x جمع یک ضرب سه x مینوس یک حاصل می شود. که این به ضرب کننده ساده جدا کرده شد. موافقم به جای مخرج می گذاریم. x جمع یک ضرب سه x مینوس یک این برابر است. از اینجا ما میتونیم x جمع یک و x جمع یک را اختصار کرده حاصل کنیم. 4 تقسیم 3x مینوس یک که این نتیجه مثال 4 به حساب می رود. مثال B را دیده می برویم. در شرط مثال B چنین آمده است. کس را اختصار کنید. P کوادرات مینوس 11 P جمع 10 تقسیم 20 جمع 8 پ مینوس پ در کوادرات برای اختصار کردن این کسر چه خیلی که از این کسر میبینید صورت آن را در علایده به ضرب کننده ساده جدا میکنیم و مخرج کسر آن را در علایدگی به ضرب کننده ساده جدا میکنیم و موافقا چنین نوشتن ممکن است یکم پ کوادرات مینوس 11 پ جمع 10 چه خیلی که معلوم است موافق تیاریم وید ریشای کوادراتی یعنی که ریشای حقیقی این مدل کوادراتی آوردوشته موافقم پ 1 به عدد 1 و پ 2 به عدد 10 برابر است آنها رو به این آباد میگیریم و چنین می نویسیم از بس که کوفیسینت مدل کوادراتی به 1 برابر است 1 رو نمی نویسیم P مینوس یک و P مینوس ده حاصل شد. یعنی ما با ضرب کننده ساده صورت رو جدا نمودیم. عیناً همین طور مخرج رو نیز با ضرب کننده ساده جدا میکنیم. 20 جمع 8 P مینوس P کوادرات برابر 0 مینویسیم. در اینجا مینوس P کوادرات جمع 8 P جمع 20 P 0 برابر است. از بس که کوفیسینت یکمیون به مینوس یک برابر است به مینوس یک ضرب می زنیم پ کوادرات مینوس 8 پ مینوس 20 حاصل می شود موافق تیاریم وید پ یکم برابر است به عدد مینوس 2 و پ دویم باشد به عدد 10 برابر است آنها رو نیز ما به ضرب کننده جدا کرده چنین نوشته می توانیم با جای صورت کسر ما می نویسیم در داخل قوس p مینوس 1 ضرب p مینوس 10 مخرج باشد مخرج رو به ضرب کننده ساده جدا کردیم و آن موافقا برابر است به 20 جمع 8 p مینوس p کوادرات یا اینکه مینوس رو از قوس ما برآوردیم مینوس کوفیسینت این سیازوگی کوادراتی است p جمع 20 حاصل می شود و ضرب P مینوس 10 حاصل می شود این را نیز به مخرج می گذاریم و در نتیجه مینوس در داخل قوس P جمع 20 حاصل می شود و ضرب P مینوس 10 حاصل می شود در نتیجه چه خیلی که معلوم است در صورت و هم در مخرج افاده های خیلی پیدا شدن آنها رو ما اختصار می کنیم و چنین افاده را حاصل می کنیم مینوس P مینوس 1 تقسیم P جمع 20 حاصل می شود یا اینکه با ساده کردن ممکن است مینوس رو به P و به مینوس 1 ضرب کردن 1 مینوس P تقسیم P جمع 20 حاصل می شود که این کسر نتیجه مثال 4 به حساب می رود اناکنون برای مستحکم کردن این موضوع به شما کار مستقلانه پیشنهاد کرده می شود که این مثال ها در پایان آورده شدند آنها را باید اجرا نمود با همین موضوع امروزی ما به انجام رسید خیر تا درس آینده موفق باشید